Carlos Dazon, wow. Wow, Kasim-chan. Wow. این برنامه تا حالا پیش نبودیم در خارج. واو 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 واو. ما میخوایم مجازون امی چشمتان یک بار پت بکنین چی یک چشمای. مرا میکوشید رقم سای نکو مجزا. این رقم سای نکو. ای چه قسم سایر کنم. خوش جانم افزشتا. بله بله چرا نی آروسی را زود بکنم مادر جان ایت کدام مشکل ندارم میگه زود آروسی مگم بکنی. چی؟ نه مادر میگه پنه از دروغ نگو. چشمتان را پت بگیرین. در پولیتان کی هست؟ قاسم جان مرا دوست داری چشمت پت بود چطور فهمیدی که من در پولیت هستم؟ مجده جان یک بار امی دستانا بگیرین. این مایه دستشویی گل رنگ است. این را در دستان خوب خوشبوی هم داره دستان پاک میکنه. خودت هم کمه بگیر. یک قفاق بزن. یک قفاق بزنید که روی ما میکروب نگیره. بافتخار مجده میخواییم یک کف محکم بزنید. تشکر بسیار زیاد. اما باید بگویم که بدون قاسم جانی برنامه امکاناتش نبود. بسیار زیاد خوش هستیم از خودت. یگان لغت ها را که در فارسی گفته نتانست باز در انگلیسی که بگویم ترجمه میکنی برم؟ تورسن صاحب ترجمهش میکنید کدام مشکل نیست؟ میتونم سرت اعتبار. تورسن صاحب بسیار یک شخصیت بزرگوار است. من بسیار دوستشان دارم. تورسن صاحب کسی هستن که میفهمین رئیس جمهور شاگرد چاینکی پاس نمیگیره مگر امروز حرفای ما را میشنوه. بیاین یک آهنگ مجده را میشنویم و تشکر از شرکت آلیفرد سنیچ دیگر هیچ. حالا یک آهنگ از مجده جمالزاده میخواین بشنوین؟ مجده جان کلگی میخواین؟ اوکی خیلی ادمن براتان میخوانم. اما تو که قاسم جان آهنگ ایندی خوش داره من براتان یک آهنگ ایندی میخوانم.
خوش آمدین دوستان عزیز، بازم برنامه قسیم و مجده جان است. باز هم تشکر قسیم جان که مرا در برنامه دعوت کردین. از امی دور بیخی گل رنگ واری ما رو میشید. Is that a good thing? ما مجده جان راستی میگم دوستان، امی هیچگاه ما زیر تاثیر کدام دختر نرفتیم دمی زندگیم. ما زیر تاثیر دختر یا بچه نرفتیم. مگم ما زیر تاثیر چشمای تو رفتیم مجده جان. مجده جان امی یک سوال راستی نه؟ امی ما که مردا معمولا که استراحت میکنیم خواه میکنیم مثلا قرفش میکنیم نه رقم امی خودتان استراحتتان چه رقم است؟ همه تو خواهد شاید همون رقم بسیار منظم باشین، مهتاب هم در بالای سرتان استاده باشه که این اولای اکتان جوره دیگه هم در ای پایین افتیده. یک دفعه استراحت بودم و بیادرم سرم شیش در سر تخت است، خاطر نفهمید که من در تخت بودم خواه بودم. مقصد آرام خواه میکنم. اگر خودت خورو پف کده خواه کنی ما باز نه، باز من امروی چیزی ندارم دیگه. خب مجده جان، ما میخواییم که اول از میمانهای عزیز سعی کنین، مثلا جمالزاده، آرس جمالزاده از بخش سیاسی ما تشریف آوردن، اینا نظر به یک استراتیجی جا آمدن شتنگنی در جای نمین، سخی جان آمدن، عارف جان آمدن، سیر جان آمدن، سلما جان آمدن و همچنان خوشو جان ما مانم میبینین که همیجا آمدن که رشته ما و شما رو بخیر جور بکنن. آرزو جان نکبین آمدن. آرزو جان نکبین دوست بسیار نزدیکم، خندوله او آمده. تورسان صاحب بزرگی کردن، بزرگواری کردن آمدن. یک چند لحظه که تورسان صاحب یک صحبت بکنیم اجازه تان هست بچه ها؟ تورسان صاحب سلام علیکم. سلام خدمت شما و تماما کارکنان شما و همچنان کسایی که به تالار شدن و بیننده های نهایت عزیز و گرامی. زنده باشین تورسان صاحب، بخیر باشین. من میخواستم یک گپ بزنم برای یک پیام دارم برای آقای تورسان. ما گفتم که پیشتر هم وقتی که از نزدیک دیدیم شخصیتشان زیادتر دیدیم که چه قسم است، ما گفتم که بخیه می لیدرشپای خارج واره که امرای بسیار مردم دار هستن و ما افتخار میکنم که یک لیدر این قسم در افغانستان باشه که مردم دار باشه، با مردم خود باشه و بسیار یک شخصیت که ما هیچ فکر نمیکردم و باور نمیکردم، حالا از نزدیک دیدیم. بسیار زیاد افتخار میکنیم که شما اینجا تشریف دارین. بسیار زیاد تشکر از آمدنتان. ممنون از شما، تشکر. اگر اجازه شما باشه ما هم میخواهیم که سم بگیرم برای از اینکه از چشم شما زیاد گفت. ما میخواهیم یک شعر کوتاه بگم. واو 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 بفرمایید. ز چشمت چشم آن دارم که از چشمانت میاندازی. واو 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 واو. ز چشمت چشم آن دارم که ز چشمانت میاندازی به چشمانت که چشمانم به چشمان تو مینازی. در حکومت شما به خیر و خوبی ما چی کاره خواهد بودم؟ ببینین جانم، در حکومت ما فاسد مفسد خاسب هیچ وجود ندارد و گوش بکن قسیم جان، فقط در حکومت ما کسی که ترس از خدا داشته باشه، عشق به وطن، محبت بر مردم افغانستان جای دارد. بشک بشک بابا چی اگه پیه امی فاسد و مفسد گفتین، عرفتون ما بودم کدام کار مردین تورسان صاحب؟ نه خیر، نه تو خودت خواه، اصلا یک هنرمند هستی، ما با هنرمندای احترام داریم، شما هستین که با این شرایط بسیار باغرنج و پیچیده خنده به لبهای هموطنهای دردیده و رنجیده ما میارید. بزرگوار هستین تورسان صاحب. در حکومتتان مجده چی کار است تورسان صاحب؟ ببینین خب مجده جان خودش گل سر ثبت است، امی رقمی که همگی به حساب بخاطر از زنا تشریف آوردن و بخاطر هنرنماییشان و آوازشان و سایر هنرمندهای دیگه، طبیعی است که اینا هم چی کار است؟ حکومت ما چی کار است؟ سکرتر ما خود بودن. نه 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 ن
نه نوبت نه 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 نوبت نوبت ما میرسه فاسد و مفسد است با نوبت چه کرد دوستان صاحب یک خواهش دارم یک بار استاده شوین به طرف می علاقمندا و دوستایتان یک بای بای بکنین ببینیم که چقدر دوستا طرفدار هستن بخت خارشان بیاین دوستان صاحب بتانی سر استیج خیلی بیاین بخت خارشان قربان همه شما قربان همه شما ممنون از همه شما تشکر از لطف و مرحمت همه گیتان آرزو دارم که همیشه بلبهایتان خنده باشه و همیشه مسلمی سال نو سال خوش سال پر از صفا و صمیمیت داشته باشین آرزو میبرم که سال که امسال سال پر از درد رنج غم هندو بده این دگه دمو کسافتدانی با سال کونه بگذارین سال جدید با چهره های جدید با حکومت جدید با طرحهای جدید داشته باشه تشکر از همه بفتخار شده بسیار زیاد تشکر دوستان صاحب بسیار ببخشین دوستان صاحب بسیار ببخشین اینا زود بیرن من یکان گپکا دارم همین یک 50,000 افغانی دوستان صاحب یک 50,000 افغانی قرض کار دارم دوستان صاحب قربان چم اگه میتاشتم صدقه سرت میکنم 50,000 افغانی قرض کار دارم دوستان صاحب کاش که من معامله گر میبودم یک 20,000 افغانی میده دوستان صاحب والا او را آدرس دیگه جایا را بیدیم خیبان دوستان صاحب من یک دانه سنیج برتون میتم لطف میکنین و یک دانه گلرنگ برتون توفه میتم کمیات لطف کردن برنامه ما را سپانسر کردن خیلی تشکر دوستان صاحب بزرگوار ای یک سنیج و همچنان یک گلرنگ دوستان صاحب ای بر ای مایه دستشویی است بسیار زیاد تشکر زنده باشین به افتخار دوستان صاحب یک کف محکم بزنید افتخارش بفرمایید دوستان صاحب خیلی تشکر خیلی تشکر میریم به طرف ما وقفه میخوایم برو مگه مجدد ما ترسیده بودم ما اوج استاد بودم که امی جاب سکرتری ما از پیشم نگیری هنوز هم مجدد میخوای که سکرتر دوستان صاحب باشم توفارم برشان قاسم جان داد سعی که اولین برنامه است که تو مایک گپ میزنی بیاین یک وقفه کوتاه بگیریم و شما هم چی میکنین دیگه لحظه؟ یک چک چک میکنین عاشق دلباخته ای که او را وادار به سفر کرد بی خبر از آینده مبهم فردا حتما تا اکنون شما هم شناختین بدون شک مژده جمالزاده عاشقی که قسیم او را وادار کرد تا به کابل عزم سفر کرد بیشتر از این که ما در موردش بیشتر حرف بزنم بیاین که خودشان به استودیو تشریف آوردن بیشتر از خودشان پرسان میکنه مژده جان خوش آمدین به برنامه ما تشکر آقای جمالزاده از اینکه ما را ایجاد مژده جان نگفتین کمی روایت عاشقی شما چگونه بود از طریق فیسبوک بود اسکایپ بود یا تلفن بود ما خود از این عاشقی خبر ندارم من یک علاقمندش هستم بس اما یک چیزی را اگر متوجه شده باشین قسیم از پشت سر که سل میکنی فکر میکنی شارا خان است اما از پیش رو میبینی مثل جمعه خان من ای کنم من از پشت سر و پیش روی فکر میکنم مثل سرفراز خان وارس خب بیننده های عزیز میریم جمعه خان از طریق اسکایپ داریم ببینیم که در مورد عشق و عاشقی مژده و قسیم چی میگه جمعه خان جان خوش آمدین به برنامه میشه بگوین که این روایت عشق شما چگونه بود؟ سلام سلام صدای من بشنوین؟ بله صدایتون میه بفرماین صدای شما نمه صدای من بشنوین؟ مرزا جان صدای جمعه خان رو بشنوین؟ من خود صدایشان رو بشنوم بله شما بشنوین؟ بله صدای خودت هم بشنوم در قبرم باشم از خودت هم بشنوم اولی که سر خودت هم اطمینان دارم که ینگیت هست بسیار بسیار هستی که بابانه سوال نوشته کردن نمبر تلفن تا تیر نکنی؟ نه نه مطمئن باش قسیم جان که ما او تو در یک رسانه دیگه هم همون یک تجربه تلخ امتحان کردیم دیگه به این خاطر سلام بر خودتان خیلی تشکر که از اسکایپ مرا دارین با خود خوش آمدی سلامت باشی حالا بگو همین روایت عاشقیتان مژده جان خود رد کردن میگن که من نه عاشق شاروخان افغانستان هستم نه از جمعه خان و نه از قسیم آقای جمالزاده شما هم در یک برنامه خبری فکر میکنم مژده جان دیدین یک کمی عاشقانه شدین برنامه سیاسی است فعلا گپ روز یک کمی شما عاشقانه شدین مقصد بله ما خود در برنامه سیاسی و رقم سکایپ تا حالا ندیدیم تو که هر چیز بگوی دوست داشته نیستی
مرا بکش ده فرقم که ده مایک بزن اوکی بیا هیچ اقعی یک کسی از کارشناس های مسائل عشق عاشقی را داریم میشه که پرسان کنیم که در این مورد چی میگن خب به نظر من که جفتشون با هم میزیبه یک جفت بسیار عالی است و یک مشکل از نظر من است آقای جمالزاده که قسیم جان هر دختر مقبوله که میبینه عاشقش میشه هر کسی که دختر مقبوله دید عاشقش میشه سرنوشت ینگه سابق ما چی میشه با؟ قسیم جان ای بار اراده قوی دارم من ایسی یک کارشناس جفتشان برشان مبارک باد میگم قربان چوم دلم از کد سکایپ پیشت بیمه بله قربان چوم آرزو میکنم که به ایش خود برسن و ناکام نمانن این نظر یک کارشناس است البته شکر سلامت باشین مجده جان شما چیز گفتنی دارین؟ بله یا من چیز گفتنی دارم این آقا راست میگن قسیم جان اولین بار نیست که عاشق شده من میبینم هر وقت یک عاشق یک کس میشه و بخیرم که دیگرها ردش کردن حال نوبت ما شد قسیم جان خیلیتر که از دیگه کارشناس های مسائل عاشقی هم راضی مردم هم راضی شما هم راضی پس این برنامه رو جمع میکنیم میریم ناق وقت مردم ها چیز را اسکایپ ما را قطع نکنین اسکایپ ما را قطع نکنین چقدر خوش آدم یعنی؟ کی زیادتر آشنایی داره با چهره و شخصیت این شخصیت هایی که در اینجا چشتن؟ کی هستن؟ دست خود بلند بکنن؟ ما میخواییم که امتحان بکنیم یک کسی بیایه بروی استیج کی بخواییم بروی استیج یک بار بیایه؟ بیا 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 آه بیا سلام علیکم سلام علیکم بفتخارشان از اینکه جرات کردن آمدن اینجا مجده جان یک چیز جالب بارد بگویم من یک دوست دیگر را اشاره میکردم این کلک ملوات کش بوده این آمد خب بیا خودتا بیا 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 میشه دو نفر بیا نه؟ میشه دو نفر بیا؟ دو نفر را بیا بیا بفرمایید چشمتان را بسته میکنم و از این شخصیت ها یک کسی را قول امرایش بتین و در دلتان بگوین که ای کی است درست است؟ یک لحظه زینه است آستا پایین 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 آفرین بیاین که خواه درست ای دسته بگیرین ای دسته کی است نمیفهم نمیفهمی چرا نمیفهمی کدامش میفهمی که من اون نفر نشان بدم براتون ای دسته بگیرین و ای را خوب باید بشناسین مامور صاحب کدام مامور صاحب درست است من مذهب میخوایم درست است به بس طرف از یا یک لحظه صبر من میفهمین که ای دسته کی است خب بگیرین دسته ای دسته کی است ای بود است بود است این را خوب آمین مجده جان تشکر میشه که باز بکنیم ما میخواییم از آرزو جان اول خوب سال نوتان تبریک آرزو جان خیلی تشکر به این برنامه غریبانه ما آمدین لطف کردین مهربانی کردین در قدم اول سلام بسیار خوش هستم که خودت قسیم جان و مجده جان و مقبول از نزدیک میبینم بسیار خوش هستم که در برنامه زیبایتان هستم تشکر از دعوتتان زنده باشین بخیر باشین جیگر هستی تشکر آرزو جان لطف میکنی بان من مجده جان در پولیتان میشنم صدایتان رو میبرم او میباشید قسیم جان چون مجده جان بسیار خوارخونده صمیمیتان است خوهرتان است یک چند تعریف از مجده داشته باشین از سر تا قدم به چشم به بینی به گوش به مویا به پا ما ببینیم که کدام تعریف ها را میکنین مجده جان خو یکی از نزدیکترین دوست هایم است که برش سخت احترام دارم دوستش دارم و از هر لحاظ نام خدا عالی است چشمش مقبول است قد اندامش مقبول است صدایش مقبول است همه ای چیزش عالی است Between two girls, which one is your favorite? One is غزل سادات and second is Arzu Nikbin غزل جان سادات خوارم است
و آرزو جان خوار خور در دیماس. غزل جانم خوارتان است و آرزو جانم. دقیقاً. یک گپ من نفهمیدم که ما دو دونه خیاش نداشتیم. دو تا قشی خطرناک. اگر خودت کدام کار رای کنی تشویش نکو. احمد تو برد یک عروسی کنم به شان شوکت. عروسی ما در تالار عروسی ارک خواد بود. میباشیم دیگه. خوش آمدین دوستان عزیز. بازم برنامه قسیم و مجده جان است. مجده جان عزیز، همه دوستا، همه هموطنا بسیار علاقمند تان است. خودم خوب بدون علاقمند یک دسکاونت دوگان برتان میتونم که عاشق تان است مجده جان. و ما میخواییم که در بین همی عزیزا یک کسی که یک فکایی جانانه برای مجده کی میگه کمی یک لحظه بفهم که میخنده. بیا یک نفر در سر قبرستان در سر یک قبر دعا داشت، دیگه نفر تیر شد گفت در سر قبر چرا از دور دعا داری؟ گفت بخاطر از دور دعا دارم که شای دورکی ما بود. بخت خواهش بسیار خوبش. اوکی مرا خنده دادین مجده جان عزیز. او اینام یک ای توفی از طرف شرکت گلرنگ است که با مدت دو ماه تمام محصولات شما را اسپانسر میکنه. تشکر بسیار. مایه دستشویی و همچنان شامپو هم برای ما یکی بتین. برای شما بسته شرکت هم میتین. در بین شما یک نفر فکر کنید که من هستم در جای من بشینه با مجده جان ببینم که چگونه صحبت میکنه، چگونه میخواین که مصاحبه داشته باشن. در بین شما یک دختر باشم دفعه. بله میگن که یک دختر خانم است به نام مرضیه. کدام طفلک قندول به نام مرضیه است؟ یکس وقت خوارشان جرات کردن لطف کردن. یک کف بلند. سلام خوب هستین؟ خوش شدم عزیزم. قربان کن. سلام بزرگوار هستین. نام